سلام میکنم به همه، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. چند روز پیش به خاطر اتفاق اخیری که افتاد داخل فیسبوک من خواستم حرفامو بنویسم توی فیسبوک، ولی دیدم چون زیاده گفتم یه فیلم بگیرم که شفاف سازی بشه از مسئله اخیری که بین من و آقای هومن خلتبری اتفاق افتاد. پیامی که ایشون توی صفحه فیسبوکشون در مورد من مستقیما نوشته بودن و خوندم که یکی از دوستان برای من فرستاده بود، در مورد ویدیو قول بده بود که از سبک آهنگ، شعر، محتوای موسیقی ایشون البته انتقاد نکرده بود، متاسفانه خیلی بعید بود از ایشون که بی احترامی کرده بودن و به اسم من هم همینطور. این صحبتی که آقای خلتبری کرده بودن در مورد محتوای شعر و موسیقی است که نظرشون رو به یه لحن تمسخر آمیز در حقیقت به من گفته بودن و گفته بودن اسمشون هم که توییه. انتقاد با بی احترامی خیلی فرق داره. اون مطلبی که آقای خلتبری روی صفحه فیسبوکشون نوشتن و پاکش کردن کاملا جنبه بی احترامی داشت که به نسل‌های آینده و 30 سال بعد مطرح کرده بودن که موسیقی یه چیز سلیقه‌ایه. من فکر نمی‌کنم که تو نسل آینده ما تشخیص بدیم که چه من چه شما تشخیص بدیم که چه چیزی رو می‌خوان گوش بدن و کلا آزادانه هر کسی می‌تونه هر سبکی رو گوش بده. هر کسی می‌تونه نظرش در مورد موسیقی بگه. من خودم آدم انتقادپذیری هستم و موسیقی سلیقه است. ممکنه من یه نظری داشته باشم، آقای خلتبری ایکس ایگر کسای دیگه هم یه نظر دیگه داشته باشه، ولی اینکه بی احترامی بشه به اسم شخص و به سبک شخص، اون دیگه بحثش خیلی جداست. و به خاطر همین بود که مردم هم شاکی شدن، ناراحت شدن، به هر دلیل اومدن کامنت ها و نظرشون رو تو صفحتون دادن. الان فقط اعتراضات مردم نیست که صداشون در اومده و همکاران و کسایی که تو این سبک هستن و خواننده هستن در اومده به خاطر این بی احترامی. چون موضوع فقط من نیستم، موضوع مردم و مخاطبین رپ فارسی هستن و هیپ هاپ فارسی کلا. بعضی اصلا شاید منو دوست نداشته باشن، ولی این نوع رفتار شما رو که از شما بعید همچین چیزی رو دیدن ممکنه اعتراض کرده باشن به این قضیه که حالا شما اون مطلب قبل رو پاک کردین، مهم نیست. امثالی مثل ما بدون حمایت مالی از طرف کمپانی، شرکت یا کلا شخص خاصی به وجود اومدن به خاطر لطف مردم، به خاطر حمایت مردم بوده و هر چی ما داریم از طرف مردمه. موسیقی رپ فرقش با تمام سبک‌های دیگه و موسیقی های دیگه اینه که توش آزادانه، بدون هیچ چارچوب، بدون هیچ قالبی میتونی به شعرهایی که دلت بخواد، به هر موضوعی که دلت بخواد بپردازی و بنویسی و بخونی و فرقش با سبکای دیگه اینه. پس نمیتونیم بگیم که فقط رپ باید اجتماعی باشه، به خاطر اینکه تمام جاهای دنیا، تمام رپ کنای دنیا، تمام موسیقی های دنیا که دارن تو سبک رپ و هیپ هاپ فعالیت میکنن در مورد همه موضوع آهنگ داشتن بدون استثنا. چه از لحاظ مثال غربیش هم بخواین بزنیم، مثل امینه، مثل 50 سنت، مثل بیگ پان، مثل فجو، مثل لیل وین، مثل حتی گذشته تر اسنوپ داگ، توپاک، نوتوریس بی آی جی و هر کسی که شما برید تحقیق بکنید تو پرونده خودش تو سبکای و موضوعهای پارتی هم و موضوعهای عشقی هم خونده و هیچ مشکلی نداره. و مطلب دومی که شما داخل فیسبوکتون ارائه کردین این بود که شما از سبک رپ و هیپ هاپ فارسی موضوع اجتماعی و اعتراضی رو بیشتر دوست دارین. و اینو ما فکر نمی‌کنم درست باشه بگیم سبک‌های دیگه مثل پارتی و موضوع‌های دیگه در مورد رپ فارسی بی محتوا بهش خطاب بشه و اسم بگیره. و اتفاقا شما که یه رسانه در اختیارتونه و داخلش کار می‌کنین، توی شبکه میتونید خیلی راحت‌تر و درست‌تر اطلاعات صحیح رو به مردم انتقال بدین و اطلاع رسانی بکنید. و توقع من از شما این بود که سبک رپ و هیپ هاپ فارسی که سبک نو هست هم در موردش بیشتر صحبت بشه، همین که حداقل حمایت نمیشه ازش تو شبکه‌ها، حداقل تخریب نشه و بهش بی احترامی نشه، چه به رپ کنش که حالا به اسمش بی احترامی شده و به طرفداراش و به مخاطبینش و به سبکش. و البته این شبکه من و تو تیوی رو به نظر من زیر سوال میبره این موردهای اخیر، چون خیلی از من میپرسن که آیا من با شبکه من و تو تیوی مشکلی دارم، که از همینجا من اعلام میکنم هیچ مشکلی من با این شبکه ندارم. مطلب آخر این که اگه توهی بده، سبکش بده، کارش بده، چرا در برنامه آکادمی خانم گوگوش از شبکه من و تو تیوی با من تماس گرفتن شخصا و منو دعوت کردن به این برنامه به عنوان داور مهمان؟ حالا به هر دلیلی من با توافق نرسیدم سر اون برنامه بتونم حضور داشته باشم و در خدمت شما باشم.
ولی میخوام ببینم اگه بعدم چرا پس منو دعوت کردن و اصلا کسی که شما خودتون یکی از داورای اون برنامه بودین قرار بوده من به عنوان داور مهمان کنار شما بشینم و اگه خودتونم در جریان نیستید خانم آریان علایی با من تماس گرفتن از شبکه منو تو تیوی و منو دعوت کردن به عنوان داور مهمان در اون برنامه که حالا به هر دلیلی من نتونستم بیام و دوست خوبم افشین در برنامه آکادمی خانم بوبو شرکت کردن به عنوان داور مهمان. هیچ وقت نشد که یه برنامه باشه که تشویق و حمایت از کسایی که مخصوصا از ایران اومدن و حالا هر هنرمندی چه خارج از ایران چه داخل ایران، من نمیخوام هیچ وقت به دو دسته تقسیم بکنم هنرمندانو، ولی هیچ وقت نشد تشویق و حمایت و به قول معروف دلگرمی بدن که شما همچین ویدیویی ساختی، شما همچین کاری کردی، انقدر هزینه کردی، انقدر پاش زحمت کشیدی. همیشه اگرم صحبتی بود از طرف شما بزرگان عزیزان دوست دارم انتقاد باشه، ولی هیچ وقت دوست ندارم که به عنوان بی احترامی و تخریب باشه. یه قضاوت در مورد این موضوع رو میذارم به عهده مردم. از صمیم قلب دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارم. تویی از لندن.